به نام خداوند بخشنده و مهربان. محترم سامعین گرامی، بینندگان ارزشمند، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان گرامی، چگونه ای که در این طول 17 سال اخیر دیدیم که چندین دیکتاتوران و ظالمان و خونخوران مردم به سقوط و به نیستی و به تباهی مواجه شدند، و در همین دو سه روز اخیر یک دیکتاتوری که از طول 1980 تا به حال به ملت و قوم خود ظلم را روا داشت و تمام لاقانونیت و تمام شکنجه ها را برای رعیت خود و مردم خود روا دید، شب 15 ماه جاری از جانب عسکران آن حکومت سبکدوش شد و از کرسی و منصب دور گردید. اگر ما تاریخ 17 ساله دنیا را خوب بینگریم و خوب مطالعه کنیم، ما میبینیم که در طول 17 سال، یعنی در اوائل عصر 21، موضوع امروز ما از سقوط دیکتاتوران در این عصر. واقعا این عصر، عصر سقوط و عصر تباهی و بربادی و نیست شدن دیکتاتوران است. در اوائل این عصر اگر ما مشاهده کنیم، صدام حسین که بیشتر از 20 سال ظلم و ستم را در کشور خود روا دید، از جانب خود مردم و از جانب یاری دیگر کشوران از بین رفت و حکومت و صدارت و دیکتاتوری او از روی زمین به زیر زمین منتقل یافت. همین گونر معمر قذافی که یک دیکتاتور 40 ساله لیبیا که واقعا تمام شکنجه ها و تمام گونه اختیارات را ناجایز استعمال کرده، بربریت و ظلم ستم بر ملت و قوم خود روا دید. همین گونه ما اگر در اوائل همین سال 2000 عصر 21 در اوائل عصر 21 اگر ما باز خوبتر بینگریم، دکتاتور دیگری که در تونس بود، واقعا تمام قانونهای جنگلی را در کشور خود پیاده کرد، قانونهای انسانگری را دور گذاشته، چشم پوشی کرده با قانونهای جنگلی و با قانونهای خونخوری بر ملت خود معاملات میکرد و رعیت خود هم مجبور میساخت که با قانونهای جنگلی عمل کنند و یک دیگر را بخورن و ظلم ستم بکنن. و بالاخره این دکتاتور تیونیس هم که است، او قدوام ندید و بالاخره از جانب خود مردم این نس نابود شد و فی الحال جلاوطن در خارج از کشور خود است. همین گونه در سال گذشته دیکتاتور معروف، دیکتاتور مشهور، دیکتاتوری که واقعا خودش و اهل عیالش از تمام رعیت بلکه از تمام دنیا بهتر و خوبتر و بالاتر دانسته، تمام مال و ملک کشور و ملت خود مال و ملک شخصی خود دانسته، ریاست و صدارت میکرد، پادشاهی میکرد، سال گذشته به قضای الهی از این دنیا فوتید و رحلت کرد. که نامی او هم اگرچه که نامش بهترین نام است، اما خودش
بدترین شخص، ظالمترین شخص بود به نام اسلام کریموف، که واقعا بعد از فوت شدن او بر ازبکستان یک بهترین حالات و بهترین یک سطح زندگی مهیا شد، که امروزه پریزیدنت حاضره امروزه واقعا برای ملت خودش، برای کشور خودش یک بهترین سهولیت ها را مهیا کرده. و چند روز قبل ما دیدیم شاهزادگان عربستان، شاهزادگان عربستان که به توسط پسر شاه حاضره عربستان محکم شدند و زیر تفتیش قرار گرفتند، و این هم علامت سقوط و گرفت الله عزوجل است، که الله عزوجل برای مردمان، رئیسان، برای هر گونه انسانیت مهلت می دهد و وقتی که بگیرد سخت می گیرد. چگونه که الله عزوجل می فرماید در سوره طارق، فمهل الكافرین امهلهم رویدا، که الله عزوجل مهلت می دهد برای این گونه ظالمان و کافران و به این گونه خونخوران مردم و رعیت. و شب 15، دو روز قبل، دیکتاتوری که از سال 1980 تا امروز دیکتاتوری میکرد به نام موگابی، دیکتاتوری زیمبابوه، که واقعا ظلم و ستم و خونخوری تا درجه را به ملت و قوم خود روا دید که سطح زندگی آن ملک و کشور به جایی رسید که قشاقترین کشور در دنیا قرار گرفت، غریبترین کشور در روی دنیا که در افریقا واقع است، این کشور در غریبترین و در پسترین حالت زندگی این کشور رفته قرار گرفت، همش از سبب دیکتاتوری و از سبب تقسیم کردن منصب ها و وزارت ها به اهل ایال خودش و نه به اشخاص مستحق و اهل این کاران. بالاخره روزی رسید که آه مظلومان را الله عزوجل شنوید، و روزی رسید که خانه ساخته این ظلم و جبر به انهدام و به تباهی برسد. بالاخره چگونه که شعر مشهوری هست، چراغ ظلم و ظالم تا دم محشر نمی سوزد، چراغ ظلم و ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمی سوزد. واقعا چراغ این ظالمانی که به ظلم و به خونخوری خودشان ایجاد کردن و به چشم حق بینان و حق جویان خواب می پاشنن، این واقعا همه وقت نمی سوزد، تا قیامت نمی سوزد، تا سحرگاهان نمی سوزد، بلکه اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمی سوزد این چراغ، که بالاخره در این شب و روز دیکتاتوری که از 30 سال زیادتر خون و جان و مال مردم خودش پامال کرده میرزاند، امروز به اختتام رسید و ملت قوم او امروز یک نفس آزاد میکشند، که واقعا بهترین بزرگترین نعمت برای انسان آزادی است، که انسان یک نفس آزاد بکشد، یک فکری آزاد بیندشد. لیکن متاسفانه امروز روزی خوشی برای ملت قوم کشور زیمبابوه است، که آنها دارن عید میکنن، آنها جشنهای آزادی را برپا میسازن، لیکن امروز در تاجیکستان مردم ماتمی مظلومیت برپا میکنند. مردم ملت نجیب شریف تاجیکستان جشنهای غلامی را برپا میکنند،
چون که در دنیا دیکتاتوری هست که طولی 25 سال است که خون ملت شا خورده سودا کرده ریزان دسته. دیکتاتوری است که تمام منصبهای دولتی و کشوری را خاص به خاص برای اهل ایال خودش خاص کرده است. دیکتاتوری است که واقعا اصلا از مردن فراموش شدگی است، اصلا مردن فراموش کرده است. لیکن الله عزوجل ذاتی هست که همه وقت هر حرکت هر یک بنده را دیده ایستاده است و برای هر یک این گونه ظالم ها مهلت داده است که تا که اینها ظلم و ستم خودشان تا درجه را بکنند که دیگر یگان بهانه به آنها در روز قیامت پیدا نشود که آنها در نزد الله عزوجل گفته بتوانند که الله عزوجل به ما فرصت ندادید. واقعا قولی که حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه در زمانی که پسر والی مصر حضرت عمر بن العاص وقتی که یک غریب و یک بیچاره را به قمچین زده بود، او غریب و بیچاره و مظلوم نزد عمر فاروق آمد و شکایه خود را آورد که ای پادشاه و خلیفه مسلمان ها، امروز پسر والی که تو بر ما مقرر کرده ای من را بیگناه یک شلاق زد. بالاخره حضرت عمر فاروق در مراسم حج در حضور چندین هزارها و میلیونها مسلمان ها آن والی و سردار و رئیس مصر را با پسرش خواست و در حضور تمام آن تعداد مسلمان ها او مظلوم را عصا داد و خمچین داد تا که پسر او را بزند و حق خودش را بگیرد. و در آن زمان در حضور چندین هزار مسلمان ها در مراسم حج این سخنی که به آب طلا هم نوشته شود بازم به حرمتی و به ارزشی این سخن می شود. چی سخن فرمودن حضرت عمر فاروق؟ گفتن که متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. از کدام زمان، از کی شما مردم را غلام خود ساخته اید؟ از کدام زمان شما مردم را غلام ساخته اید؟ در حالی که مادران آنها را آزاد به دنیا آوردن. واقعا امروز هم خطاب من به رحمانوف است و به هر او دکتاتوری که دکتاتوریت ظلم و ستم بر ملت خود بر رعیت خود روا می دارد، خطاب من بر آنهاست که ای دکتاتوران، از کدام روز شما ملت و رعیت و زیردستان خود را شما غلام خود ساخته اید، مانند غلامان سودا میکنید و تمام قانونهای ساختگی خودتان را به آنها جاری میسازید اما خودتان از قانون بالا میگیرید؟ یگان قانون ساختگی شما به شما دخل ندارد، در حالی که مادرهای آنها را آزاد آزادانه و آزاد به دنیا آفریدند و به دنیا تولد کردند. واقعا جای فکر است. ای رحمانوف، از کی تو حق تجارت را، حق کاروبار را، حق تلاش رزق حلال را از مردم منع کرده و این حق از ایشان گرفتگی؟ فقط این حق و این اجازت را فقط به دامادهای خود، به خش و تبارهای خود، به خسر براهای خود و به خسر بچهای خود و به فقط اشخاصی که در شهر و در جای تو به دنیا آمدگی هن به نام دنغره گفتنی، فقط به آنها تو حق میدهی؟ تو کی هستی؟
آیا تو از روز نمی ترسی که مردم روز مانند این دکتاتورهایی که از ایشان حساب گرفتن و ایشان به سنگ ها و به چیزهای پست آنها رو زده زده از دنیا گم کردن، از او روزها تو نمی ترسی؟ ای ملت نجیب شریف تاجیکستان، تا کی ما بر افسانه های دروغین رحمانوف، تا کی ما از افسانه های که برای ما رحمانوف افسانه میگوید ما صبر میکنیم، باور میکنیم؟ تا کی ما غلام های اینها و غلام های نسل های اینها بشویم؟ آیا روزی نمیرسد که ما آگاه شویم؟ آیا این گونه حالت ها و این گونه پستی ها و این گونه قشاقی ها و این گونه بیبرقی و بیسویتی و بیگزی ها و این گونه آه مظلومان و گریه بیچارگان و از دور وطن بدگان و این گونه از روسیه دپورت میشدگیان و این قدر تابوت هایی که از خارج به تاجیکستان برمیگردانند و این قدر تاجیک هایی که در هر یک صدمه و نمیدونم در هر یک آفت های طبیعی و غیر طبیعی و خود ساخته ای که در خارج و تاجیکستان به وقوع می و به وقوع می آید، این گونه تمام این مشکلات ما را بیدار نمی سازد؟ آیا این چپه کردن دیکتاتوری که دو روز قبل ما دیدیم بعد از او یکان حالت تغییرات نامد، بلکه بهترین حالت به آنها ایجاد شد، آزادی برای آنها مهیا شد، مردن کریموف یکان مصیبتی برای ازبکستان نآورد، بلکه بودی و خوشبختی را به ازبکستان و به مردم ازبکستان مهیا کرد، مردن دفشیدن رحمان اسلام کریموف. ما از چی میترسیم؟ چرا ما را اینها میترسانند؟ چرا این حکومتیان و این رژیم خودکامه رحمانوف چرا ما را میترساند از دف شدن و از نیست شدن رحمانوف؟ که اگر رحمانوف نیست می شود مردم قشاق میمونند، اگر مردم رحمانوف برطرف شود مردم یک دیگرش میخورند، نمیدونم بی صاحب می شوند، بی وطن می شوند. چرا ما را به این گونه سفسطه ها میترسانند؟ ملت نجیب شریف تاجیکستان، جوانان غیور، بزرگان و پدران و مادران با همت و سربلند تاجیکستان، ما هیچ وقت از سفسطه های اینها نترسیم، باور نکنیم. به خدا اینها فقط از صدارت و وزارت و خشتبار پرستی دیگر هیچ چیز را نمیدانند. این قدر جلاوطنی ها و این قدر خونخواری ها و این قدر جوان ها را پشت پنجره بردن فقط ترس از نیست شدن و از سقوط کرسی خودشان بود، از جا و منصب خودشان بود، که فقط یا از جا و منصب خودشان میترسند. دروغ میگن که ما خیرخواه ملتیم، دروغ میگن که ما غمخواری تاجیکستان و ملت تاجیکم. به خدا دروغ میگوین. اینها اگر غمخوار ما و شما میبودن هیچ وقت او پول و مدد و کمک هایی که از خارج برای ملت مظلوم و نجیب و شریف و غریب بیچاره تاجیکستان میشود اینها بر بانک های شخصی خودشان نمیگذاشتن. آنها هیچ وقت ای پول و مدد ها و کمک ها را برای شخصی خودشان تقسیم نمیکردن و مختص نمیکردن.